بینندگان عزیز تلویزیون سپیده استقلال آزادی، سلام به شما و همچنین سلام دارم به شما آقای مصطفوی عزیز. منم سلام دارم خدمت بینندگان محترم و خدمت شما و خدمتون هستم. آقای مصطفوی، شما به خوبی خودتون آگاه هستید که وضعیت فعلی ایران بسیار بحرانی است، مخصوصا در موقعیت جنگی که در حال حاضر ایران قرار گرفته. ما یک ساله که سلاح شاهد این هستیم که حماس حمله کرد به اسرائیل و متقابلا اسرائیل کشتار بسیار شدید رو در منطقه غزه انجام داده و حالا حمله میکنه به لبنان و به سلام منطقه بسیار در آشوبه و یک نگرانی جهانی در حقیقت به وجود بود. اما از طرف دیگه کاری که ایران کرده با فرستادن راکت، این بار میتونه ایران رو در یک خطر جدی قرار بده، به عنوان اینکه اسرائیل به کمک آمریکا یا نمیدونم تحلیل شما چیه حمله کنن به ایران و مناطق از ایران رو بزنن. آیا اگر اسرائیل حمله کند این به سود ایران هست، یعنی تحول در ایران؟ یک سوالم اینه. دومی که چه نیازی اصلا ایران داشته که یه همچین حمله ای رو انجام بده و ما در چه موقعیتی در حال حاضر قرار داریم؟ اگر امکان داره لطف کنید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. براتون عرض کنم که همطور که شما فرمودید وضعیت میهن ما وضعیت عادی و وضعیت خوبی نیست. بله، به یاد بینندگان عزیز میارم که بخششون رفتن به آقای پزشکان رأی دادن که جنگ نشه، جلوگیری از جنگ میشه، ولی چند ماه هم نگذشته میبینیم میهن ما در وضعیت جنگی قرار داره و امیدوارم که کسانی که این گونه گمان ها رو کرده بودن این رو در نظر بگیرن چقدر زود واقعیت رژیم خودش رو نشون میده. البته این موضوع مال در زمان آقای خاتمی هم بود، در زمان آقای روحانی هم بود، یه گده می رفتن و می گفتن جنگ نشه، به ایران حمله نشه. واقعیتش اینه که یک مسئله اساسی هست که مسئله حق و ناحق، و در این مسئله مردم فلسطین هستند و اسرائیلی ها. مردم فلسطین حق دارن وطن داشته باشن، حق دارن به سرزمین های خودشون بازگردن، حق دارن در آرامش زندگی بکنن و این حق اونها از زمانی که کشور اسرائیل به وجود اومده رعایت نشده. و اگر به نقشه دقت بکنیم حتی هیچ یک از قطعنامه های سازمان ملل جلوی اسرائیل رو نگرفته و عملا چیزی از سرزمین های فلسطین باقی نمونده. به این میگن حق و ناحق. ناحق امکانات زیادی در دستشه، قوای آمریکا، اسلحه آمریکا، پولهای آمریکا. من در مطبوعات خوندم که در 60 سال اخیر، یعنی از به وجود آمدن اسرائیل، عملا هیچ زمان این همه امریکا به اسرائیل کمک مادی و نظامی نکرده بود که الان داره میکنه. تازه حالا جای خوشبختی که آقای بایدن میگه آتش بس کنید. حالا اگر نمیگفت آتش بس کنید دیگه باید ببینیم چقدر اسلحه میداد. از یه طرف میگه آتش بس کنه، از یه طرف دیگه گور و گور اسلحه روانه میکنه و آقای نتانیاهو هم ازش استفاده میکنه. اما وقتی که جنگ حق و ناحق هست، سلاح تعیین کننده نیست. این استش که اسرائیل با وجود این همه اسلحه و کمک مالی و مطبوعات و غرب و که پشت سرش هست، نتونسته مسئله فلسطین رو به قول خودش حل کنه. اونا میخوان حل کنن یعنی چی؟ یعنی همون کاری که هیتلر میخواست با یهودی ها بکنه، بهش میگفتن راه حل پایانی، همین کار رو با فلسطینی ها بکنه، غزه رو کاملا از بین ببرند و فلسطینی ها برن مصر رو اونورم کناره غربی رو در به داغون کنند و دیگه یک بار برای همیشه مسئله فلسطین تمام. ولی نشد، یک سالم گذشت و نشد، برای که همون مسئله است، مسئله حق و ناحقه.
اما در اون چی که مربوط به کشور ما میشه تفاوت داره. مسئله ناحق و ناحقه، یعنی برخورد ایران، جمهوری اسلامی بهتره بگیم، و اسرائیل دو تا ناحق هستن. اما یه تفاوت هست، اینکه اسرائیل کمک های غرب و آمریکا رو داره و ایران حتی روسیه و چین هم به زحمت حاضرن ازش دفاع بکن. خب پس در این تقابل قوای ناحق و ناحق، اون ناحقی که دست بالا رو داره، زور بیشتر داره، اون میزنه، حداقل در کوتاه مدت. و الان میبینیم که اسرائیل خب اون کاری که با غزه کرد، لبنان رو داره شخ میزنه، و امروز که همین الان که با هم صحبت میکنیم در دمشق حمله کرده و دمشق رو بمباران کرده و گفته میشه مرکز سپاه پاسداران بوده و از فرماندهان سپاه هم کشته شده. خب میبینیم که اون طرف ناحق اسرائیل اطلاعات زیاد داره، این طرف حتی نمیتونه که افراد خودش و فرمانده های خودش رو محافظت کنه و اسرائیل میاد میزنه. خب حالا این ایران چی عمل میکنه؟ ایران قدرش رو پشت اون حق فلسطین قرار داده، این نقاب و این ماسک رو میزنه که من بله دارم از حق فلسطین دفاع میکنم. اما واقعیتش جمهوری اسلامی از ثبات خودش و از رژیم خودش دفاع میکنه و در اصل اونها رو فدا میکنه، و این کار رو کرده. وضعیتی که مردم فلسطین درش هستند مسلم که مسئولیتش با اسرائیل، ولی ایران غیر مسئول نیست. سیاست هایی که جمهوری اسلامی پیش برده، ضعیف کردن عرفات، کمک کردن به این، کمک کردن هر وقت نمیدونم چپ اسرائیل میخواست انتخاب بشه، این کمک میکرد که یک بمبی چیزی بذارن که باز دوباره راسته، از این کارهایی که دائم کرده. خب در این تقابل قوا در ضعف به سر میبره. حالا بعضی هستن که در ضعف مطلق به سر میبرن، و اون ایرانی هایی هستن که پرچم مقدس ایران رو متاسفانه در کنار پرچم اسرائیل قرار میدن. از آقای نتانیاهو درخواست میکنن که سر مار رو بزنه، سر افی رو بزنه، و اون پسر محمد رضا شاه دیروز یک ویدیو پر کرده که به این مفهوم که اگر زدن نگران نباشید، من هستم، خلأ به بله وجود نمیاد در قدرت سیاسی. بله ای داد بیداد، اینها مثل این که این خانواده اصلا هیچ رگ ملی در بدنشون وجود نداره. خب غیر مستقیم آقای اسرائیل، آقای نتانیاهو، خواهش میکنم، اصلا مشاورانش که طرح دادن بهش که کجاها رو بزن به آقای نتانیاهو و لیستی مقاله. انتشار دادن از مناطقی که اگر اسرائیل بزند درست است، یعنی در حقیقت بهتره. اقتصاد ایران را کاملا بخوابونند. حالا کی میخواد بله، و مار سازی کنه، راجع به اون صحبت نمیشه. یعنی شما ببینید چقدر انسان باید در ذلت به سر ببره، در ضعف به سر ببره، که از منفورترین رژیم این دوره آقای نتانیاهو درخواست بکنه که بیاد به ما کمک کن، و خوشحال باشه که با این وزیر اسرائیل عکس بگیره، با اون وزیر اسرائیل عکس بگیره، با نتانیاهو عکس بگیره. این نشان سقوط اخلاقی است، و ما قبلا این رو دیدیم. آقای رجوی با اون همه امکانات که داشت، با اون همه جوان که همراه خودش داشت، وقتی که در خدمت صدام حسین در اومد، دیگه خودکشی کرد و رسید به اینجا که الان رسیده. یک ملتی باید از خودش شخصیت داشته باشه. چه شکلی میتونم من بپذیرم؟ حالا فرض کنید اصلا جمهوری هم نخواستیم، شاهنشاهی خواستیم، که شاه کشور به قول خودشون 5000 ساله، یه نخست وزیر کشور 50 ساله کلید اون کشور رو بهش بده.
اصلا این یک چیزی که در تصور نمی گنجه. اینها نه با تاریخ ایران آشنایی دارن، نه با مردم ایران آشنایی دارن که دموکراسی رو چه کسی تاکنون تونسته از طریق حکومتی که سازمان ملل و دادگاه های سازمان ملل اون رو محکوم می کنند و اون رو نسل کشی محکوم می کنند و اون رو به جنایت جنگی محکوم می کنند از طریق این آدم به وجود اومده باشه. باور ندارن اینها به آزادی، باور ندارن به دموکراسی، باور ندارن به حقوق بشر. والا چه شکلی میشه شخصی که 45,000 نفر رو کشته انگار نه انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، تازه سند و مدرک هم بیرون میاد که از اون 1,200 نفری هم که در 7 اکتبر کشته شدن در اسرائیل که حتی یک نفر هم کشته شده باشه، ما به عنوان مدافعان حقوق بشر ابراز ناراحتی میکنیم و بخشش رو خود ارتش اسرائیل کشته. حالا چند نفرشون رو من نمیدونم ولی گزارش ها مرتب میاد اینا با تانکاشون با هلیکوپتراشون حمله کردن، گفتن ما فلسطینی ها رو که میزنیم اونا اگر هم اسرائیلی هم باشون مرد هیچ ایرادی نداره، این چیز جنگیش، قانون جنگیش، قانون هانیبر. خب حالا این جنگ کی میخواد تمام بشه؟ یک سقوط اخلاقی دیگه داریم، سقوط اخلاقی غرب، کشوری که آمریکا، آلمان، فرانسه میزانی کمتر، انگلستان، اینها باعث شدن که باور به دموکراسی در کشورهای ما ضعیف بشه. یعنی میگن اگر کشورهای دموکراتیک اینها هستند که به خاطر قدرت و به خاطر لابی اسرائیلی اینطور اعمال رو پوشش میدن، خب آقای خامنه ای هم یه نوع دموکراسی بالاخره انجام میده دیگه و نمیدونن چه ضربه ای دارن میزنن به دقیقا نیروهای دموکرات این کشورها، چه در لبنان، چه در ایران، چه در سوریه، چه در فلسطین. قابل تحمل نیست این رفتاری که کشورهای غربی میکنن. از این سو تمام کسانی که باور دارن به حقوق بشر، به حق انسان، به حق شهروند، به حقوق ملی، به حقوق بین المللی، به حقوق جهانی، به حقوق طبیعی، باید وارد بازی هایی که ناحق ها با هم میکنن نشن. ما باید موضع کامل روشن داشته باشیم. موضع ما اینه که وطنمون رو دوست داریم، تمامیت ارضی وطنمون رو میخوایم، استقلال وطنمون رو دوست داریم، مخالف 100% جمهوری اسلامی هستیم و جمهوری اسلامی رو یکی از باعثان وضعیت در خاورمیانه میدونیم و آقای نتانیاهو رو یک جنایتکار جنگی میدونیم که باید به دست دادگاه های صالحه بین المللی محاکمه بشه. این موضوع نگفتن به جمهوری اسلامی و نگفتن به اسرائیل، ما نمیخوایم مقایسه کنیم کدومش بدتر از اون یکیه، وارد این نمیشیم اصلا، برای بحث ما نیست. وارد این میشیم که کسانی که دموکرات هستند باید از حق و حقوق دفاع بکنن، نه اینکه وارد یه عده میگن خوب اسرائیل بزنه راحت شد دست این رژیم، یه عده میگن به به آقای خامنه ای 200 تا موشک فرستاد چه کار کرد، چقدر غرور به ایرانی ها دست. نه ما نه اهل این هستیم نه اهل اون هستیم، ما میخوایم یه وطنی داشته باشیم در دموکراسی، در آزادی، در استقلال، با کشورهای دیگه رابطه داشته باشیم و جلوی هر کسی هم که حقوق دیگران رو زیر پا میگذاره بهش نه بگیم، به اسرائیل بگیم نه. امیدوارم که این موقعیت دردناکی که برای وطن ما پیش اومده، برای خاورمیانه پیش اومده، برای مردم فلسطین، برای مردم لبنان، با تمام خرابی هایی که به وجود آورده، با تمام خانواده هایی که نابود شدن، با تمام انسان های شریفی که زیر خاک رفتن، یک عاقبتی داشته باشه که در خاورمیانه اصل
دموکراسی و اصل صلح و اصل حقوق و اصل انسانیت برگرده و بله بتونن اون ملت ها با هم زندگی زنده بکنن. آقای مصطفی، الان چند روزه که یک خبرهایی که گفته می شود که ایران خیلی به زودی میتونه بمب اتمی داشته باشه، یک شایعه هم گفتن که حتی در ایران تست کردن بمب اتم رو. این صحبتی که شد که خیلی همراه هست با اینکه حمله ایران به اسرائیل، من رو به یاد اون موقع انداخت که پلیس مخفی در حقیقت انگلستان گفته بود که کتبا ما داریم که صدام حسین دست داره پیدا میکنه به بمب اتم و باید حمله کرد. بعدها گفتن نه اشتباه کردیم، اطلاعات غلط دادن. آیا این اطلاعاتی که داده میشه زمین سازی هست؟ زمین سازی میخوام بکنم برای اینکه واقعا به مناطق از ایران حمله بشه؟ اصلا توانش داره که ایران در حال حاضر به این بمب اتم دسترسی پیدا کرده باشه یا خیر؟ مطلب بسیار مهم. از هموطنان خواهش میکنم، تمنا میکنم خبرهایی که میخونن یا پخش میکنن شدید باید دقت کرد درش، بلکه بعض وقت آدم نخواسته یه کاری میکنه که به ضرر وطنش تمام میشه. همین خبری که پخش شد که زلزله‌ای که در سمنان بوده یک آزمایشگاهی در ارمنستان گفته که این بمب بود. اولا زلزله سنجی در دنیا اگر بگم صدها آزمایشگاه و دانشگاه هستند که این کار رو انجام میدن، کم گفتم، غلو نکردم، شایدم بیشتر. اینکه فقط در ارمنستان یک همچین چیزی، حالا اصلش هم من نرفتم ببینم واقعا همونم راسته یا نه، ممکنه همونم دروغ باشه، نه همچین چیزی نیست. ایران هنوز به بمب اتمی دست پیدا نکرده. این که هم میگن تا یه هفته دیگه، دو هفته دیگه میتونه موادش رو تهیه بکنه، نه اینکه خود بمب رو تهیه کنه. بین بله مواد و بمب حداقل یه سال دو سال کار داره. حالا این خبر رو کیا میگن؟ این خبر رو متاسفانه همون دو دسته میگن. این خبر رو طرفدارای اسرائیل میسازن که آقای نتانیاهو بتونه حلوا حلوا بکنه، میگه دیدید گفتم اینا دارن بمب، اگر دیگه الان حمله نکنیم دیگه الان دیگه دیر شده. مسئله اسرائیل تمامه و حیات ملی اسرائیل به خطر افتاده و گریه و زاری و از این چیزها. و یه طرفم اون بره، من روزنامه های ایران رو خوندم که با غرور اینا رو نوشته بودن که یک همچین خبری پخش شده، یه طور هم میگوستن که خودشون هم خبر ندارن راسته یا دروغه، یک همچین چیزی پخش شده و اسرائیل ترسیده. ای بابا، در همین مسئله موشک که ایران موشک فرستاد 200، ببینید دو طرف چقدر دروغ گفتن. اسرائیل گفتش که تمام این موشک ها رو ما گرفتیم، فقط یکیش که اونم یه فلسطینی رو کشت. این اسرائیل. جمهوری اسلامی گفت تمام 200 موشک 80%ش به خاک اسرائیل وارد شد. هم این دروغ بود که همون دروغ. واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که بین 32 تا 40 تا از اون موشک ها به خاک اسرائیل برخورد کرد. این واقعیت. ولی دستگاه های دروغ ساز پروپاگاندای دو طرف وجود داره بله و یک طرف رو میبره به طرف ناسیونالیسم متوهم ایرانی که بله ما کذا کردیم، یک طرف هم میبره به تمس اسرائیل که اونها فاشیست های حکومت آقای نتانیاهو یک حکومت فاشیستی است در اصل. هر دو هم جنبه مذهبی دارن، هم جمهوری اسلامی رنگ مذهبی داره، هم حکومت آقای نتانیاهو دقیقا که اصلا میگه من نماینده خدا هستم، کشورهای غربی من به نمایندگی شما دارم با محور شرارت مبارزه میکنم، اگر من نباشم بشریت از بین، کذا و کذا. و اون چیزی که برای ما اساسی و مهمه این که هیچ وقت از یاد نبره، این دیکتاتورها یک روش فکر میکنن، یک نوع اندیشه دارن.
ما باید به دنبال آزادی باشیم، به دنبال عدالت باشیم. عدالت برای همه مردم، عدالت برای فلسطینی ها، عدالت برای ملت ایران و عدالت برای مردم یهودی و مردم اسرائیل. اونها هم محق هستند، اما به شرطی که دست بردارن از ملت منتخب بودن و به عنوانی که ما منتخب خدا هستیم هر کاری میتونیم انجام بدیم. خیلی خیلی ممنون و متشکر از این وقتی که با ما بودید. امیدوارم که صحبت‌های آینده ما با همدیگه راجع به صلح باشد و رشد باشد و تحول در کشورمون. خیلی ممنون و متشکر از شما. شب من شما از شما تشکر میکنم. شبتون بخیر. امید که اینطور باشد. شب و روز همگی خوش. شبتون خوش.